ایران یکی از کشورهایی است که بیش از تمام کشورهای دیگر مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می کنند. آمارهای موجود نشان می دهند که 70% از اعدامهای کودکان طی 3 دهه اخیر در دنیا در ایران انجام شده است. ابتدا با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ اعلام کرده است که دست کم 70 کودک زیر سن قانونی مجرم بین سالهای 2020 تا 2023 در این کشور اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران 2 روز پیش با انتشار گزارشی نوشته است که مقام‌های ایرانی در سال 2023 2 کودک مجرم زیر سن قانونی را اعدام کردند. به گفته این سازمان، ایران یکی از کشورهایی است که هنوز کودکان مجرم زیر سن قانونی در آن به اعدام محکوم می شوند و بیش از هر کشور دیگری در جهان مجازات اعدام برای این افراد در آن اجرا می شود. بر اساس این گزارش، در سال 2021 دست کم 85 کودک مجرم زیر سن قانونی در زندانهای ایران در صف اعدام قرار داشتند. حکومت ایران تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که چندی پیش هم سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی موسوم به با هم علیه مجازات اعدام گزارش مشترکی در مورد اجرای احکام اعدام در ایران منتشر کردند. طبق گزارش یاد شده، حکومت ایران در سال 2023 میلادی دست کم 834 نفر را اعدام کرده است. گزارش سازمان حقوق بشر ایران در حالی منتشر شده که مراجع تقلید مستقل شیعه در مورد اجرای حدود الهی برخی شرایط لازم را مطرح کردند. آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در یکی از نشست‌های علمی خود فرمودند اجرای حدود نبایستی موجب نفرت مردم شود. در غیر این صورت اجرای آن جایز نیست و این شرط اجرای حدود است و علاوه بر آن از مسلمات است که در سیره رسول اکرم و امیرالمؤمنین بوده است و شامل هر حدی در هر جا و هر زمان می باشد. معظم الله با اشاره به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در خصوص اجرای حدود فرمودند که پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین نه در صدها بلکه هزاران مورد از اجرای حدود صرف نظر کردند. علی اکبری، اخبار شیعه. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آنکارا با ما همراه هستند. آقای شجاعی، سلام و عرض ادب. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و دستاندارکاران این برنامه وزین. ممنونم. جناب آقای شجاعی، گزارش سازمان حقوق بشر ایران در مورد آمار بالای اعدام کودکان در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بفرمایید. عرض کنم به حضورتون که با وجود اینکه قوانین ظاهر برگرفته از شرع هستند، متاسفانه در این موارد به موارد حد اکثری فتاوا مراجعه کردند و فراموش کردند که شریعت اسلامی یک شریعت سمحه و سهله است. علاوه بر اینکه قوانین ایران، قوانین کیفری ایران بعضاً با قوانین جهانی و کنوانسیون‌های جهانی و با آنچه که عقلای عالم به نتیجه رسیدند و قوانین جهانی و حقوق بشر موافقت و مطابقت نداره. متاسفانه این امر اعدام کودکان با وجود اینکه بسیاری از فقهای بزرگ که من الان فرصت نکردم مراجعه کنم، ولی اینها معتقدند که علاوه بر بلوغ، رشد و عقل شرط هست در اینکه بخواد حدی اجرا بشه یا قصاصی حتی اجرا بشه، متاسفانه دست به این عمل میزنن. در حالی که من خاطرم است که زمانی در یک دفتر وکالتی مشغول به کار بودم، در اونجا موردی بود، یک کودکی که یک معلم رو کشته بود و در اونجا واسه فرجام خواهی طبق ماده 144 خلاف بیان شرع هست، ما همه فتاوا رو بررسی کردیم، دیدیم بلکه فتاوایی که رشد رو شرط میدونن در اجرای حد و قصاص شاید بیشتر از فتاوای دیگر باشه و رشد در قانون ایران به 18 سالگی تعریف شده. بنابراین طبق بیان شرع قاعدتا نباید زیر 18 سال کسی اعدام بشه.
بله، آیا اعدام این تعداد از کودکان مجرم زیر سن قانون در میان مردم ایران عملا باعث ایجاد نفرت نمیشه؟ عذر میخوام صداتون رو نداشتم. بله، باز مجددا عرض میکنم خدمتون. الان صدامو دارین آیه؟ صدا متاسفانه نمیاد. دوستان اعلام کنم به من؟ بله، الان صدا میاد. اوکی، الان؟ بله. آیه شجاعی، آیا اعدام این تعداد از کودکان مجرم زیر سن قانون در میان مردم ایران عملا باعث ایجاد نفرت نمیشه؟ 100% همینطوره. 100% همینطوره. و موجب نفرت میشه، موجب عوارض بسیاری در خانواده های میشه که کودکانشون رو از دست میدن، در حالی که کودک قطعا اون رشد عقلی لازم رو نداره که بتونه دقیقا تشخیص بده که چه میکنه. و شرع هم تا طبق خیلی از فتاوا موافقتی نداره با این امر که کسان زیر سن قانونی و زیر سن رسیدن به سن رشد اعدام بشند. و علاوه بر این که در میان ایرانیان همونجور که پرسیدید و فرمودید نفرت ایجاد میکنه، در سطح جهانی هم اثر مطلوبی نداره و موجب وهم شرع و فقه میشه. بله، چه راهکار قانونی برای مقابله با این پدیده در سطح بین المللی و راهکار شرعی برای الزام حاکمان ایران به رعایت موازین دینی در این زمینه وجود داره؟ قوانین بین المللی و قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی خب مانع از این هم هستند، ولی جمهوری اسلامی در مواردی که کنوانسیون های بین المللی و قوانین جهانی بخوان قوانینش رو محدود کنند، متاسفانه تأثیری از اونها نمیپذیرند. و الان نهادهای بین المللی مرتباً این امر رو محکوم میکنند. بله، تشکر میکنم از شما. آرش هنرور شجاعی، پژوهشگر دینی و استاد حوزه و دانشگاه از آنکارا با ما همراه بودند.